درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. جناب قاسمی درود بر شما. با توجه به شرایطی که در حال حاضر توی منطقه است و صحبتهایی که ما قبلا داشتیم، تصمیم گرفتیم که این برنامه رو در کلاب هاوس بذاریم و در خصوص این موارد صحبت مهمی هستش که باید داشته باشیم. درود به دوستان، جمع کمالپور و در نزدیک من دوستان رو دعوت میکردم و دوستان که هستین توی باید میتونید دوستان رو دعوت کنید توی این و بحث جالبی خواهد بود. بله، این به علاوه پایین که هستش رو بزنید، دوستانی که دارید رو دعوت بکنید بیان توی لایو. درود جناب مهربانی، امیدواریم که امشب بحث خوبی رو داشته باشیم در خصوص این مسئله. درود جناب کمالپور، جناب قاسمی و باشندگان. منم داشتم دوستان رو دعوت میکردم. خوب هستیم؟ درود بر شما، درود بر شما، خوش اومدین جناب مهربانی گرامی. جناب دکتر مهراد عزیزم روی اسکایپ داریم، از طریق اسکایپ با ما همراه هستن. جناب دکتر مهراد درود بر شما. درود بر شما کتبان کمالپور گرامی، کتبان قاسمی گرامی و کتبان مهربانی گرامی و به همه همزبانان، همتباران، هممیهنان در هر کجای این جهان پهناور که هستند، به ویژه در ایران شهر مقدس، جایگاه همه تیرهای ایرانی، به همه درود میگویم و آرزوی تندرستی و شادی برای همگان دارم. زنده باشید. لینک اتاقو چجوری میتونیم پخش کنیم؟ جناب کمالپور من پخش میگردم. شما یه سه نقطه اون بالا هستش، اگر بزنید اونجا لینک رو میتونید پیدا کنید، حتی اگر از طریق موبایل اومده باشید. جناب قاسمی یه خلاصه شما صحبت کنید تا منم دوستان رو دعوت بکنم، دوستانی که هستن یواش یواش آماده بشن. اتفاقاتو میخواید از چه زمانی بگید؟ حالا شما جناب مهربانی، های دکتر مهراد، چون من یه مقدار این ورسرم شلوغه، شما شروع کنید، یکی از شما ستن، بعد من در خدمتون هستم. خواهش می‌کنم جناب مهربانی بفرمایید. باش چشم خود شما در واقع اختیار دارید و راحت میتونستید صحبت کنید، ولی چون فرمودی چشم درود میفرستم همه شما. خب در دستان اتاق مشخص دیگه موضوع چیه؟ رابطه جمهوری اسلامی و اسرائیل و این شیادی که به نام مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا 43 ساله تو سر مردم کردن که مثلا نشون بدن این کشورها با جمهوری اسلامی مشکل دارن یا دشمن هستن، دروغ دیش نیست. سالهاست این موضوع رو عنوان کردیم، افشا کردیم، اما الان شرایطی که در واقع داره توی منطقه اتفاق میفته این هستش که ما به راستی و درستی داریم میریم به سوی تجزیه. جنگ هایی رو قرار بندازن و جمهوری اسلامی در واقع بستر میسازه برای اسرائیل و آمریکا و انگلیس و و و و و وارد یک جنگ زرگری میشن فقط برای نابودی ایران، تجزیه ایران. این موضوع بسیار حائز اهمیت هستش و در نهایتا هم صحبت سازماندهی های محلی و به راستی و درستی اگر مردم میخوان نجات پیدا کنن از این گرفتاری باید به پا خیزن. ضمن اینکه این گفتگوها، این گفتمانها با توجه به اینکه رسانه ای ما نداریم، رسانه های در واقع ترازبب و ماهواره ای، چون اصلا به هیچ عنوان اینها به ما تریبون نخواهند داد که ما بخوایم واقعیت رو به مردم بگیم، چون همه این شیادی ها اینا همه با هم دست در دست، این دیوان و ددان، دیوان و دروغان، همه دست در دست هم دارن برای این فاجعه دهشتناک، این در واقع
که برای کشورمون دیدن. بنابراین ما باید دهان به گوش، گوش به گوش خودمون این اخبار رو در جامعه بچر کنیم که حداقل بخش بزرگی از جامعه آگاه بشه که شاید تکون بخوره، شاید یک حرکتی بکنه. به هر روی بازگو کردن این مسائل، اتفاقاتی که داره میفته، بسیار خواهد اهمیت هستش که حداقل جامعه آگاه بفهمه. بله، سپاسگزارم از شما. سعید جان بفرمایید. برای جان شما مایک تو شما ببندید چون خب آقای دکتر اگه صحبت کنن خب باشه من میبندم، اما آقای دکتر خواست صحبت کنه باز میکنم. بفرمایید. من پیشنهاد می‌کنم دوستانی که الان توی کلاب هستن اگر کسی رو میشناسن توی مدعیان یا توی اپوزیسیون یا کسانی که برخلاف این صحبت ما رو دارن، یعنی نظرشون بر اینه که جمهوری اسلامی و اسرائیل دشمن همدیگه هستن، اگر کسی رو میشناسید میتونید دعوت کنید بیاد توی این بحث. بحثای مقدماتی انجام میشه، بعد دوستان میتونن بیان بالا نظرشون رو بگن، سوال جوابایی اگه باشه انجام میدیم. ولی خوشحال میشیم که مخالفان این صحبت ها هم حضور داشته باشن اینجا و بتونن صحبت کنن. ما معمولا توی فیسبوک یا توی اینستاگرام وقتی برنامه ها رو انجام میدیم، ما برنامه ها به صورت پکیجی کامله، یعنی گفتگو نیست، فقط افشاگریه. ما مطالب رو مطرح میکنیم و دوستان میتونن توی کامنت نظرشون رو بدن، ولی اینجا این امکان وجود داره اگر کسی مخالف این نظر با هست یا اسناد یا دلایلی داره برای این که واقعا جمهوری اسلامی و اسرائیل دشمن همدیگه هستن، میتونه بیاد بالا و در کمال ادب و آرامش با همدیگه گفتگو کنیم تا به نتیجه برسیم. اما مطلبی که من میخوام بهش اشاره کنم اینجاست. جناب مهربانی یه خلاصه توضیح دادم. 43 ساله که کشور ما ایران متاسفانه در چنگال اختاپوسی قرار داره که این اختاپوس شاخوبندی بسیار بسیار زیادی داره، هم در داخل ایران ریشه داره و هم در خارج از کشور در مقوله برام اپوزیسیون، و یک گمراهی بزرگ و گمراهی عجیب غریبی هم این وسط پیدا بود تا 3-4 سال پیش که حالا رستاخیز سیمون رنسانس ایرانی و بچه های همفکر ما اومدین و یه سری مطالب اصلی که پنهان مونده بود ظرف 40 چند سال گذشته این رو اومدیم باز کردیم. اولین فریب یا اولین دروغی که اهریمن 57 ملت ایران گفت و داد این بود که خمینی زمانی که وارد بهشت زهرا شد شروع کرد به دشمنی کردن آشکار اما در ظاهر با دو کشور به اسم اسرائیل و آمریکا، و بر همین منوار اندیشه جمهوری اسلامی بنا شد تا به امروزی که داریم الان بعد از 42 سال خوردهی در موردش صحبت میکنیم. و این فریب از یک پیشینهی داشت، یعنی فریبی که جمهوری اسلامی یا پردام‌های جمهوری اسلامی نسبت به روانشناسی جامعه ایران داشتن یک پیشینه‌ای در قبل از ورود خمینی داشت. پیشینه‌اش برمی‌گرده به قبل از انقلاب یا انقلاب به قول خودمون، و اون فیلم یا سریالی تحت عنوان دایجان ناپلئون که یک سریال کاملا مافیایی و نوشته شده مافیایی بود و دستوری این سریال در ایران انجام شد توسط مزدوران و خودفروشان و به قول معروف هنرمندان یا هنربندان اون دوره، و این سریال دایجان ناپلئون رو اومدن درست کردن برای یک هدف آشکار. اونم این بود که تمام بلاهایی که کشوری به نام انگلستان بر سر ملت ایران بیاد رو بیان خونسا کنن و بیان تبدیل به جوکش کنن، بیان مسخرش کنن. یعنی بعد از سریال دایجان ناپلئون شما اگر مطلبی، اسنادی، مطالبی در مورد دخالت انگلستان در به وجود اومدن جمهوری اسلامی مطرح می‌کردی، تا همین الانش هم هنوز هستن کسایی که سریع به شما میگن شما دایجان ناپلئون این مشخصنی و امثال این مزخرفات. حالا چرا این رو، این سریال یا این مجموعه رو اومدن پیاده کردن؟ برای اینکه بتونن پشت پرده در کمال آرامش مافیای جهانی بتونه کارش رو انجام بده، بتونه جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه و ملت ایران هم متوجه نباشن که از کجا دارن ضربه میخورن. یکی از اصول اصلی توی مبارزه و حتی توی جنگ های به قول معروف کلاسیک و غیر کلاسیک اینه
که شما باید دشمنت رو بشناسی، یعنی باید از دشمنت آگاهی داشته باشی، باید بدونی دشمن واقعی کیه. وقتی میان یک پرده ای از ابهام مانند سریال دایجان آبلون برای شما میکشن جلوی چشم بیننده و شنونده، این میشه که یک سردرگمی و یک جیجی بین مردم و حتی بخش روشنفکر و بخش اکتیو و مبارز جامعه کشیده میشه و یک دور سرگردان، یعنی یک چهارراه سرگردان به قول معروف بهتر بهش بگیم، این در جلوی پرده یعنی در صحنه مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی شکل میگیره. یعنی شما چون دشمن اصلی رو نمیشناسید، چون نمیدونید پشت پرده چه خبره، مجبور میشید با هر گامی که جمهوری اسلامی یا همون دشمن برمیداره نسبت به اون گامش مقابله کنید و اون گام هایی که معمولا رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی برمیدارن اکثرش مسیرهای انحرافیه که باعث این میشه که پتانسیل مبارزه مردم، پتانسیل خشم مردم و پتانسیل توانایی اون قیامی که مردم بخواهن شکل بدن به بیراهه بره. کمایی که ما از سال 57 به این بر اگر شما نگاه کنید در طول اعتراض هایی که مردم ایران انجام دادن، حالا چه در دهه 60 بوده، چه در دهه 70 بوده، چه در دهه 80 بوده، معمولا قیام های مردم، اعتراض های مردم به جایی نرسیده و خیلی راحت سرکوب شده. از سوی دیگر هم خود همون مافیای جهانی که وابسته به جریان جمهوری اسلامی هست اومده این قیام ها رو مصادره به نفع کرده. یعنی چی؟ یعنی شما در سال 88-89 وقتی اون قیام مردمی رو میبینید، یک عده به اسم اصلاح طلب، به اسم موسوی، کروبی و امثال اینها سوار این قیام مردم میشن، سوار این خروش مردم میشن و این رو به نفع حکومت مصادره میکنن. چرا حالا این اتفاق میفته؟ چون ما واقعا ملت ایران دشمن واقعی خودمون رو نشناختیم. یعنی اومدن روشنفکران، اپوزیسیون نماهایی در خارج از ایران و در داخل ایران در تریبون ها توی بوق و کرنا کردن که مثلا موسوی و کروبی با علی خامنه ای و دار دستش فرق بکنه، در صورتی که هیچ فرقی بین اینها نبود. تنها فرق بین اینها این بود که ارباب خامنه ای با ارباب موسوی کروبی فرق میکرد که جفت اون ارباب ها شاخه های اصلی مافیای جهانی بود. یعنی چی؟ یعنی مافیایی که از موسوی و کروبی و اصلاحات و اصلاح طلبان حمایت میکرد وصل بود به جریانی به نام جورج سوروس در آمریکا، و مافیایی که از علی خامنه‌ای و دار دستش حمایت میکرد وصل بود به جریانهایی در روسیه. جفت اینها، چه سوروس چه روسیه، یعنی آمریکا و روسیه، در نهایت توی اتاق فکر مافیای جهانی خودشون عضوند و خودشون بازیگرند. این مطالبی بود که در مورد فریب بزرگ من می‌خواستم زمینه‌شینی کنم. حالا این فریب از کجا آغاز شد؟ زمانی که خمینی اومد و فریاد زد توی بهشت زهرا و بعد توی سخنرانی‌هاش که ما دشمن ایران از نظر اینها جمهوری اسلامی دشمن اسرائیل است، دشمن آمریکاست و باید به قول معروف مأموریت الهی به این جمهوری اسلامی داده شده که مثلا اسرائیل رو از نقشه زمین محو کنه. حالا در ادامه من به پیدایش اسرائیل مثلا برای چی اسرائیل به وجود اومد و حتما میپردازم، اما ادامه این صحبت در رابطه با نقطه‌ای که دکتر مهران ادامه بده اینجا. در طول 43 سال گذشته دوستان، هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده، هر کاری که انجام داده طبق دستور و طبق سناریوی از پیش طراحی شده ای هست که جریان صهیونیست داره اون رو به جمهوری اسلامی دیکته میکنه. یعنی چی؟ یعنی اولین هدفی یا اولین دستوری که توی به قول معروف دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت نابودی زیست بوم ایرانی بود. این اولیش بود. دومیش نابودی آثار تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانی بود. و هم به این شکل شما بیاید جلو تا برسیم به اون سناریوی که اینا دنبال شد. ولی تا امروز هر عملی که جمهوری اسلامی
گرفته دور تا دور این کشورک رو دشمنان اسرائیل محاصره کردن. دشمنان اسرائیل کیا بودن؟ کشورهای منطقه‌ای که قبول نمی‌کردن این ویروس یا این به قول معروف تیم دالتون ها وارد منطقه‌شون شده و می‌خواد مرزهایی رو یا سرزمین‌هایی رو بگیره زیر چتر خودش. خب 40 سال پیش دور تا دور این کشور پر دشمن بوده. مافیای جهانی میاد چیکار میکنه؟ میاد از خمینی حمایت میکنه، خمینی رو وارد ایران میکنه برای چند هدف. اولین هدفی که برای اسرائیل، یعنی اولین سودی که جمهوری اسلامی برای اسرائیل داشت، حالا جدا از اون به قول معروف لغو قراردادها، همه اونا رو بذارید کنار که حالا بهش میرسیم، اما اولین سودی که جمهوری اسلامی برای اسرائیل داشت دوستان، نابود کردن دشمن اصلی و قدرتمند اسرائیل در خاورمیانه بود. یعنی کی؟ یعنی عراق، یعنی صدام حسین. جمهوری اسلامی طبق دستور مافیای جهانی و مافیای صهیونیست، اینو میتونید برید تو کتاب پول خون نوشته خود یهودی گردن کلفت موسادی میتونید برید بخونید که جمهوری اسلامی قبول کرد با کشور عراق وارد جنگ بشه که صدام حسینی که یک اتحادی بین اعراب اون موقع شکل گرفته بود به رهبری صدام حسین و یک خطر بالقوه، نه خطر فکر، خطر بالقوه بود برای اسرائیل و هدفش هم این بود که از حقوق فلسطینیان و اون مسائلی که خودتون میدونید دفاع کنه. جمهوری اسلامی میاد با پول من و شمای ایرانی، با خون ملت ایران و با نابودی سرزمین ایران میاد وارد جنگ 8 ساله میشه با عراق که چیکار کنه؟ که دشمن اصلی آمریکا اسرائیل رو در منطقه از بین ببره. این یکی از ماموریت‌های اصلی جمهوری اسلامی بود که هیچ کس توی هیچ رسانه‌ای این رو به ملت ایران نمیگه. نمیگه که خمینی چرا با عراق وارد جنگ شد. نمیگه که پول ملت ایران هزینه شد در جنگ ایران و عراق برای چی؟ برای تثبیت اسرائیل. این یک بخشی از ماموریت جمهوری اسلامی بود. بخش دومش طبق سناریوی با صهیونیست، جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک قول بیشاهدومی در منطقه کردن که دشمنانی که اطراف اسرائیل بودن که حالا شیخکای عرب بودن، کشورهای عربی بودن، اینها از ترس جمهوری اسلامی همشون پریدن تو بغل اسرائیل. یعنی 40 سال بود اسرائیل شکل گرفته بود، نتونسته بود خودش رو تثبیت کنه، نتونسته بود با هیچ کشوری در خاورمیانه رابطه برقرار کنه، نتونسته بود امنیت خودش رو برقرار کنه. اما به محض اینکه جمهوری اسلامی وارد کار میشه، مسئله اسرائیل از مشکل تبدیل به راه حل میشه. یعنی وجود اسرائیل از مشکلی در خاورمیانه تبدیل به یک راه حل میشه و مشکل میشه کجا؟ مشکل میشه کشور ایران، مشکل میشه ملت ایران. تمام اون دشمنان اون روز اسرائیل امروز بعد از 43 سال همشون دوست کشور اسرائیل هستن و دشمن ملت ایران. ببینید چقدر تفاوت اینجا وجود داره. حالا در بخش‌هایی هم که مثلا کارشناسان و مفسران و فرستادگان در اپوزیسیون بودن میان و صحبت از این میکنن که نه اینجوری نیست، اسرائیل دشمن ملت، دشمن جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی دشمن اسرائیله. هیچ سندی وجود نداره که جمهوری اسلامی منافع اسرائیل را در خاورمیانه به خطر انداخته باشه. شما نگاه به یک دو تا پهپاد میفرستن توی کشتی تجاری نکنید. اینها تلقی‌بازیه که باید توی دادوستانشون انجام بدن. اما دشمنی که اینها مدعیش هستن، شما بیایید توی بازی‌های سیاسی جهانی پیداش کنید. مثلا اسرائیل میاد بخشایی از کرانه باختری رو میگیره، دیوار میکشه، شهرک سازی میکنه، شورای امنیت سازمان ملل میاد بر علیه اسرائیل قطعنامه صادر کنه، بلافاصله محمود احمدی نژاد میاد در سازمان ملل یک سخنرانی انجام میده بر علیه اسرائیل و بعد این شورای امنیت که میخواست قطعنامه رو بر علیه اسرائیل صادر کنه بر علیه جمهوری اسلامی صادر میکنه و اسرائیل رو به عنوان مظلوم نشون میده و معادلات سیاسی رو به هم میزنه. توی از
نوع پیپونک های سیاسی شما تا دلتون بخواد وجود داره، تا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی هر کجا اسرائیل توی مجامع بین المللی مشکل بخوره، جمهوری اسلامی چهار تا لوله بخاری میذاره روی زمین، رنگش میکنه، روش می‌نویسه اسرائیل باید نابود کردن. اون وقت این مشکل اسرائیل در مجامع بین المللی تبدیل به یک امتیاز براش میشه. و بالعکسش هم همینه، یعنی هر زمانی که ملت ایران میاد تصمیم میگیرن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، میاد توی خیابون‌ها، شما میبینید وزیر دفاع اسرائیل و وزیر نمیدونم رئیس صداد مشترک اسرائیل و امثال اینها سریع صحبت از حمله نظامی به ایران میکنه. و این قیام مردم رو فریز میکنه، خشکش میکنه. حالا من این تا اینجای صحبتم رو انجام میدم. دوستان، جناب دکتر یا جناب مهرمانی یا دوستان دیگه، اگر مطلبی هست که شما ادامه بدید، من در ادامه هستم. ممنونم سعید جان. جناب دکتر مهراد بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم. من به کوتاهی خواهم گفت، پس از اون شنونده هستم و اگر دوستان سخنی دارن بگوین و دوباره وارد بحث خواهم شد. از دید من سپاسگزارم از گفتهای همه دوستان که بسیار هم به این بحث آگاه هستن و در این زمینه بسیار هم پژوهش کردن. از دید من بحث روابط ما با یهودیان و پس از تشکیل اسرائیل با اسرائیلی ها رو باید به چند بخش ما تقسیم بکنیم یا چند بخشش بکنیم. یکیش روابط ما، پیوند ما با یهودیان پیش از اسلامه و بخش دومش پس از اسلامه تا زمان تشکیل اسرائیل و بخش سومش هم از زمان تشکیل اسرائیل تا به امروزه. من اگر پروانه بدید به کوتاهی به بخش پیش از اسلام اشاره بکنم و بخش دومش رو که بخش اسلامی هست یه نمونه ازش من دو نمونه بیارم. یکی مسئله تجزیه افغانستان از ایرانه و مسئله دوم هم به قول گفتنی روابطی که ما با یهودیان داشتیم در دوره پس از تجزیه افغانستان. یه اشاره هایی خواهم کرد در درازای این نشست و گفتگو و بخش سوم همونطور که گفتم پس از روی کار اومدن اسرائیل و روی دادن شورش 57، روابط اسرائیل با جمهوری اسلامی بی عربی، نه تنها روابط غیر مستقیم اطلاعاتی بلکه خرید و فروش اسلحه، خرید و فروش یعنی ارسال نفت از سوی جمهوری اسلامی عبری عربی به اسرائیل، به همه اینها تا اونجایی که آگاهی داشته باشم اشاره خواهم کرد. ببین، همگان میدانند که کوروش بزرگ بر پایه و اندیشه‌ای که داشتن و آموزشگاه و شاگرد آموزشگاه اشرف زرتشت بودند، ایشون باور به آزادی و برابری داشتن. اگر به جای یهودیان هم، چون اینو چرا میگویم، به دلیل اینکه در تورات ذکر شده که کوروش بزرگ فرستاده یهوه هست و از سوی یهوه فرستاده شده که این برداشت اونهاست. کوروش بزرگ اگر به جای یهودیان که کسان دیگری هم در اون شرایط به ویژه در حالت زیر بردگی و فشار و شکنجه بودن، اونها رو آزاد میکرد، همون گونه که بسیاری از مردمان دیگر رو که به بردگی گرفته شده بودن آزاد کرد. پس برای کوروش بزرگ تفاوتی نمیکرد که یهودی به بردگی گرفته شده یا یک بابلی یا از تیره های دیگر. یهودیان رو کوروش بزرگ همراه با نیاکان ایرانی ما آزاد کردن، بهشون یاری کردن، اونا رو فرستادن به سرزمین کنعان، حتی کمک کردن که بتونن پرستشگاه ویران شده خودشون رو بسازن. پس از اون بخشی از یهودیان به خاطر اون رفتارهای انسانی که از ایرانیان دیدن و شگفت زده شده بودن از این حجم از انسانگرایی که پیش از اون در جهان باستان پیشینه از اون دیده نشده بود، چون مردمان مغلوب رو تا اونجایی که نیاز بود سر می بریدن، گوش می بریدن، دست و پا و حالت تناسلیشون رو می بریدن، در روی زمین های کشاورزیشون نمک می پاشیدن و
بقیه اونها رو هم پوچ میدادن برای بردگی به سرزمین قالب‌ها یا اونهایی که چیره شده بودن، که ما نمونه‌هاش رو در سنگ نوشته های آشوری داریم. پس از اون یهودیان میان توی ایران با آسایش و آرامش زندگی میکنن، شمارشون زیاد میشه. ما یک رویداد پوریم رو داریم که از دید تاریخی آن چیزی که برماندهایی که برای ما مانده است چنین رویدادی نبوده، و ولی خب این رو در کتاب بخش استر، کتاب تنخ که به پنج بخش آغازینش تورات گفته میشه آمده، که تا امروز هم شوربختانه بر پایه این رویداد، این رویدادی که ریشه تاریخی نداره اما یهودیان این رو جعل کردن، این جشن رو برگزار میکنن و ادعا میکنن که 70,000 تن از کسانی که باشنده سرزمین ایران بزرگ بودن یا شهروند ایران بودن رو اینها کشتار کردن. اینها رو من چون از شاید از چارچوب بحث امروزی یک اندکی بیرون باشه، من به گونه چکیده میگویم همیهنانی گرام. و ما میایم به دوره ساسانی. در دوره ساسانی هم بسیار روابط بسیار خوبی بوده، ما حتی شهبانوی یهودی داشتیم و ایرانیان رفتار بسیار نیکی با هم میهنان ایرانیان غیر یهودی رفتار بسیار نیکی با هم میهنان یهودیشون داشتن. یهودیان ایران که برخی ها تخمین میزنن تا نزدیک به 18-20% جمعیت ایران ساسانی که نزدیک به شاید 17 میلیون جمعیت داشته رو تشکیل میدادن و مشکلی نداشتن از برای آزادی کامل داشتن، حتی بخشای زیادی از تلمود یا کتاب تفسیر تورات که امروز نزدیک به 6000 خورده برگ هست رو اینها در ایران تکمیل میکنن. و ما میرسیم شوربختانه به یورش عربستانی ها یا عرب های عربستان به ایران، و که تا امروز یک جنبه خیلی پنهان این شکست آشکار نشده. خیلی ها موارد زیادی رو بررسی کردن، رفتن به یک جای پرتی برده شدن، چون بیشتر کسانی که در این زمینه پژوهش کردن یا غربی ها بودن، غربی هایی که از دید من یک نگاه ویژه، یک نگاه نادرستی به شرق دارن و به ویژه به ایران، به دلیل که خودشون رو چون بازمانده رومی ها و یونانی ها میدانن و ایران رو همیشه در یک رقیبی برای از دید فرهنگی برای روم و از دید برای یونان و از دید نظامی برای روم به شمار میارن. هنوز هم به همین شکل شوربختانه در میان برخی از این شرق شناسان و به ویژه ایران شناسان. و جنبه همکاری مزدکی ها با عربستانی ها مورد بررسی قرار گرفته، بیشتر به عمد، چون بخشی هم کمونیست ها و بخشی هم اسلامگره ها، به ویژه اون کتاب های تاریخی که پس از اشغال ایران از سوی عربستانی از سوی مسلمانان نوشته شده، به مواردی چون مسائل طبقاتی که اصلا چیزی به نام کاست یا طبقه اونگونی که در هند موجود بود در ایران ما نداشتیم، بیشتر جنبه حالت سندیکایی و جنبه پیشه‌ای و شغلی داشته، و به مسائل چه میدونم ستم فلان ستم بهمان اشاره کردن، که اینها رو همه رو ما با سندهای تاریخی میتونیم رد کنیم، که اگه برنامه‌ای در این گروه آموزنده رستاخیز سیمرغ برگزار بشه من میتونم با سند و مدرک همه اینا رو به شما نشون بدم. یک جنبه‌ای داره که تا امروز مسئله اشغال ایران شوربختانه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، حالت تابو داشته، که خوشبختانه چه در رستاخیز سیمرغ بارها بهش پرداخته شده، همچنین در گروه های میهن پرستی مانند رنسانس ایرانی، و ما بارها در رستاخیز این مسئله رو پیرامونش برنامه داشتیم، بحث و بررسی کردیم، چون در جای دیگه شما نمیشنوین، چون تابوه بهش پرداخته نمیشه. مسئله کمک کردن یهودیان ایران به دلیل تشابه باوری با مسلمانان عربستان، همکاریشون با اونها و باز کردن دروازه برخی از شهرها به روی عرب ها، به روی عربستانی ها، این مسئله اسناد تاریخیش هم موجوده. شوربختانه در پی این روابط دست کم 1200 ساله بسیار بسیار نیکی که همیشه پادشاهان ما به یهودیان کمک کردن، بهشون یاری رسوندن،
حتی افسون بر آزاد کردن یهودیان از سوی کوروش بزرگ، افسون بر کمک‌های بی اندازه و بی شمار داریوش بزرگ به یهودیان، کمک‌هایی که پادشاهان ساسانی کردند در راستای پیشگیری از کشتار یهودیان به دست رومی‌ها. شوربختانه ما می‌بینیم به دلیل اینکه تشابه مذهبی آدم و حوا و یونس و یوسف و نوح و ابراهیم و لوط و یوشع و یوسف و دیگران، و به دلیل اینکه اندیشه ایرانی هیچ پیوند و همخوانی با باورهای ابراهیمی نداره، شوربختانه هممیهنان یهودی ما میپیوندن به عرب‌ها، بسیاریشون دروازه شهرها رو باز میکنن و فاجعه‌ای به نام نژادکشی ایرانیان رخ میده. بسیاری از برماندها یا میراث تاریخی و کهن ما نابود میشه، کتابخونه هامون، کاخامون، اون داشته هامون. شوربختانه اصلا زمانی که حتی گزارش هایی داریم ما که جایی مانند عراق یا که امروز عراق نامیده میشه یا عراق، یعنی عراق یا عراق که امروز عراق نامیده میشه، و جایی مانند سیستان و بلوچستان امروزی بسیار بسیار آباد بودن، از تولید کننده انواع و اقسام قله بودن، به طوری که صادر میکردن به جاهای دیگه، و کشاورزی در ایران تقریبا رو به نابودی میگذاره، مشکلات بسیاری پیش میاد، هویت و کیستی یک ملت دستخوش نژادکشی سپید میشه و خود یک ملت هم دستخوش نژادکشی میشن و میلیون ها ایرانی کشته میشن، یا چون کشتن تنها کشتن فیزیکی نیست، وقتی کسی زبانش و هویتش رو هم دست میده اون هم حالت نژادکشی داره. سپاسگزارم، پوزش میخوام، خواستم کوتاه بگم که به درازا کشید، این بخش ها رو خواستم اشاره کنم که دوستان مد نظر داشته باشن، و در بخش های آینده اگر زمان شد من حتما خواهم پرداخت به مسئله اندکی بسیار امیدوارم اونجا به درازا نکشه، به مسئله جدایی افغانستان از سوی از ایران به دست انگلستان و با همکاری شوربختانه یهودیانی که در افغانستان و در افغانستان امروزی جزء ایران بود و در بخشای یهودیان ساکن بخشای شرقی امروز ایران، به این هم کمی خواهم پرداخت که بعد بیشتر متمرکز بشیم روی مسئله از زمان تشکیل اسرائیل. بسیار سپاسگزارم پوزش. سپاس از شما جناب دکتر مهراد عزیز. سعید جان شما صحبت رو ادامه میدی یا من ادامه بدم؟ من اینجا بازم اون قفله هست اون بالا من. آره نشد، آره نشد دیگه. خب باید دردش پیدا کنم. به همین یکی در دوستان زمانم میخوان درخواست دادم بیام بالا، حالا تا اینجای صحبت بیام بالا صحبت شما کنم اگه مطلبی هست بیشتم. بله دوستان اگه سوالی یا صحبتی دارید میتونید هند وایس کنید، من شما رو بیارم بالا. بله بفرمایید. دوست عزیزی که اومده روی خط اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای مهران کمالپور و سعید قاسمی عزیز، درود بر شما. سعیدم از شهریار. خواهش میکنم. خوب هستید سعید جان؟ قربونت برم. زنده باشید. سپاس گذارم. زنده باشید قربونت. بفرمایید سعید جان. من حقیقتش تازه این کلاب هاوس چیز دیروز نصب کردم، تو برنامه تو تلگرامتون دیدم نصب کردم، زیاد هنوش آشنایی ندارم، الان شانسی سرم اومدم بالا. خواهش پس سعید جان باشید، صحبت ها رو گوش کنید، اگه موردی بود، پرسشی بود، مطلبی خواستید بگید در خدمت هستید. والا موردی که من به این جنگی به این مانور خیلی شک دارم، اصلا یه جنگ آقای کمالپور از نظر من به یه جنگ بخواد شکل بگیره علکی با قالب کمر نیستش که بخواد مثلا چیز رو پاکستان و آذربایجان مثلا ترکیه حمایت کردن از آذربایجان، ایران نمیتونه علکی حمله کنه که به آذربایجان. حالا ما یه چهار تا توپ و تفنگی در میکنن این سر مردم رو گرم کنن، کرونا و الان هم چند وقتی یا آبان ماه و اینا، فکر میکنم دلیلش این باشه. حالا تر چیز من اینه، فکر من اینه،
حالا صحبت میکنیم، ما یه مقدار برمیگردیم. الان من برمیگردم از قبل از سال 57 یه سری توضیحاتی رو عرض میکنم، بعد به اینجا هم خواهیم رسید. سعید جان در خدمتتون هستم. مخلصم. زنده باشید. خدمت رو عرض کنم دوستان، سعید جان میشه میکروفون رو لطفا ببر استفاده بذارم. خدمت رو عرض کنم دوستان، اگر ما برگردیم به دوره جنگ جهانی دوم و قبل از تشکیل یک کشوری به نام اسرائیل نگاه بکنیم، ببینیم چه قدرت‌هایی در جهان نقش‌آفرینی می‌کردن و چه مسیری رو طی می‌کردن. خب قطعاً اسرائیلی وجود نداشت و رفته رفته داشت اتفاقی می‌افتاد مبنی بر اینکه مردم در اکثر کشورهای دنیا، ملل اکثر دول، با یک مقوله‌ای به نام سیاست‌های انگلیسی آشنا می‌شدند و رفته رفته یک اتفاقی که داشت مخصوصاً در منطقه ما در خاورمیانه رخ می‌داد، دیگه انگلستان نمی‌تونست نقشی رو ایفا بکنه و اون منافعش چه نظر استثمار چه نظر استعماری داشت نقش براب می‌شد و دستش برای همه رو شده بود. انگلستان برای پیشبرد اهدافش در حدود 3 قرن گذشته به این نتیجه رسیده بود که در آینده نه چندان دور با یک موزلی روبرو میشه و اون شناخت همه جوامع نسبت به سیاست‌های انگلستانه. یکی از مهمترین مواردی که سیاستگزاران در بخش خارجی در انگلستان به نتیجه رسیدن این بود که باید 2 ابزار قدرتمند داشته باشن تا اهدافشون رو به پیش ببرن، در هر جای دنیا که خواستن به راحتی جلو برن. خب یکی از این ابزارهایی که احتیاج داشتن، البته تمام کشورها در طول زندگی بشر اینو بارها ما در برنامه‌های رستاخیز سیمرغ عرض کردیم، یک بار دیگه من تکرار میکنم، یکی از مهمترین مسائل اینه که بله دوست عزیز متاسفانه هنوز خصوصیه و نتونستم کاری بکنم، باید اکسپت بکنید کلاپو و عضو کلاپ بشید تا بتونید وارد بشید. یکی از مهمترین مسائل این هستش که ما بدونیم در طول زندگی بشر روی زمین ما فقط 250 سال بدون جنگ رفتیم جلو و زندگی کردیم. کلا بشر 250 سال بدون جنگ زندگی کرده، یعنی از 3500 سال زندگی ثبت شده تاریخ بشر بر روی کره زمین فقط 250 سال. حالا انگلستان به دلیل اینکه تمام این سیاست‌ها رو میدونست و این اتفاقات رو میتونست رقم بزنه در جهان، چون یکی از قدرت‌های برتر بود، به این نتیجه رسیده بود، برای همین اومد یک کشوری رو ساخت به اسم آمریکا، یک کشوری رو ساخت به اسم اسرائیل. ما نگاه کنیم در طول جنگ جهانی دوم که تا 1945 به درازا کشید چه اتفاقی رخ داد. چرا باید آلمان نازی بیاد یهودی ها رو قتل عام بکنه، هولوکاست ایجاد بشه؟ دشمنی هیتلر با یهودیا سر چی بوده اصلا؟ چرا کسی نمیاد بگه آقا به چه دلیل هیتلر دستور داد که یهودیا رو 1 میلیون خورده‌ای بچه‌ای که پدر مادرشون یهودی بودن رو بریزن تو کوره، پدر مادرشون هم بریزن تو کوره بسوزوننشون؟ علت آیا تا حالا برای کسی این علامت سوال وجود داشته یا به وجود اومده؟ آقا در جنگ با غیر نظامی کسی کار نداشته. کی به هیتلر این برنامه رو داد؟ کی به هیتلر این دستور رو داد؟ و قرار بود از این ابزار هولوکاست در چه تاریخی و در کجای دنیا و به نفع چه کسی استفاده ابزاری بشود؟ 1945 جنگ جهانی دوم به پایان میرسه. طبق اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرد، افشاگری کرد، هیتلر زنده بوده تا 1997 و در کشورهای آمریکای جنوبی آخرین دوران زندگیشو طی کرده و مرده. ولی در 1947 شما میبینید که انگلستان بلند میشه میره فلسطین رو میگیره، تحویل یهودی ها میده. 1948 اسرائیل رسما وارد سازمان ملل میشه و کشورها، همه اکثر کشورها اسرائیل رو به رسمیت میشناسن و خود انگلستان کشوری نبوده که در ابتدا بره اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، در صورتی که پدرش اون بوده، اصلا خود انگلستان درستش کرد. در طول این سالها شما میبینید که خب این بحث هولوکاست
یکی از مواردی بوده که اسرائیل در جهان به سمت جلو برده و رشدش داده. یکی از مهمترین مواردی که قبل از اینکه برسیم به 1979، یکی از مهمترین مواردی که یکی از افسران ارشد CIA مطرح میکنه در رابطه با ترور جان اف کندیه و میگه در 1960 آقای فیلیپ جرالدی اعلام میکنه در 1960 آقای پرزیدنت آمریکا اخطار رسمی میده به اسرائیل جان اف کندی که اگر میخوای به دنبال بمب اتمی باشی آمریکا تمام حمایت‌هاشو از روی شما برمی‌داره و دیگه با شما نخواهد بود. خب نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه این افطاری میشه که جان اف کندی ترور میشه. و بعد از اون شما شاهد این هستید که اسرائیل صاحب بمب اتمی میشه. حالا یا به زبان یا در عمل. چون داشتن بمب اتم یکی از سرشاخه‌های مباحث عمیق سیاسیه که اصلا کشورهایی که مطرح میکنن ما الان بمب اتم داریم، یا مثلا یک کشوری مثل روسیه امروزی میگه ما 4780 تا مثلا بمب اتم داریم، یا آمریکا میگه 7000 خورده بمب اتم داریم، آیا این تعداد واقعیه یا نه؟ یا کشوری مثلا ترکیه، هند، پاکستان، کشورهایی که اعلام میکنن بمب اتم دارن، آیا این یه توپ تو خالیه، بلوفه، یا اینکه این بلوف سیاسی محسوب میشه، یا اینکه نه واقعا دارن؟ اینو برای مثال عرض کردن. در اون سالها در رابطه با اسرائیل هم همین مطلب بود که آیا واقعا اسرائیل رسید به بمب اتم یا نرسید، که بعدها کشف میشه که اسرائیل برای رسیدن به بمب اتم نه اورانیوم غنی شده داشته نه چاشنی شده داشته، و اینها رو توسط یک تهیه کننده هالیوودی از راکتور هسته‌ای آمریکا به سرقت میبرن و اون جاسوسایی که برای اسرائیل کار کردن شناسایی میشن. اما تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم پای هیچ کدوم از اینها به هیچ یک از محاکم قضایی یا FBI هیچ جایی کشیده نمیشه، هیچ کس هم باهاشون کاری نداشتن، هیچ کس هم باهاشون کاری هم نداره الانم. در هر صورت یکی از مشکلات اسرائیل در سالهای قبل از 1979 با شاهنشاه آریامهر و حکومت پادشاهی بود، و اگر شما مصاحبه های شاهنشاه آریامهر رو گوش بکنید، شاهنشاه آریامهر نسبت به اشغال مناطق اشغالی فلسطین اعتراض داشتن و میگفتن که اسرائیل باید این مناطق رو تحویل بده و عقب نشینی بکنه، نیروهاش رو از این مناطق خارج بکنه. یک سری اتفاقاتی دست به دست هم دیگه داد تا 1979 شاهنشاه آریامهر از ایران خارج شد و اون شورش ننگین شکل گرفت و ایران اشغال شد. اما توسط کی اشغال شد؟ چرا تا به امروز، تا قبل از اینکه ما در رستاخیز سیمرغ بیایم این تابوها رو بشکنیم، بیایم افشاگری بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم، کسی نیامد صحبت بکنه، هیچ کسی نیامد صحبت بکنه که آقا چه عواملی در قبل از 79 دست به دست هم دیگه دادن؟ چرا فقط میگید گوادلوب؟ چرا نمیگید اسرائیل؟ چرا نمیگید موساد؟ اگر CIA، اگر سازمان امنیتی جاسوسی فرانسه، اگر کاگبه مستقیما در نوفل لوشاتو رفتن وارد آموزش به رولا خمینی و دارو دستش شدن، نیرو در اختیارش قرار دادن، موساد که از قبل از این اتفاقات در ایران داشته کار میکرده. کنفرانس مطبوعاتی اعضای ساواک در 1358 در خصوص پروژه ماهان افشاگری کرد. مربوط به امروز نیست، مربوط به 1358. یعنی 42 سال قبل اعلام کردن که موساد آمد به ما آموزش داد، به ما این پروژه را داد و مبلغ و تصویب کردن 10 میلیون تومان که بیاییم بگیم عکس خمینی در ما هست. چرا باید این اتفاق توسط موساد بیافته؟ چرا موساد باید گیر بده به روح‌الله خمینی اصلا؟
چرا باید موساد بیاد پروژه تعریف بکنه که اگر سی شب جمعه شما سوره بقره رو بخونید میتونید ریش خمینی رو لای قرآن ببینید؟ یکی از همینطور که جناب قاسمی اشاره کردن، یکی از مهمترین و موزلات بزرگ اسرائیل کشوری بود به نام عراق بار رئیس جمهوری صدام حسین. صدام حسین داشت گازشو گرفته بود که بره بشه واقعا رهبر اتحادیه عرب. کشورهای عربی هم ازش ترس و واهمه داشتن، واقعا میترسیدن ازش، حرف شنوی داشتن و یکی از مهمترین دشمنای واقعی اسرائیل هم بود که نمیخواست بهش رحم بکنه اصلا و میخواست به خاطر همون مباحث اشغال فلسطین و اینا اسرائیل رو از اون مسیر خارج بکنه. ما در طول جنگی که رخ داد بین ایران و عراق خیلی از مطالب رو شنیدیم و خیلی هم صحبت‌ها رو تکرار کردیم، ولی باز به قول یکی از دوستان باید انقدر این مباحث رو تکرار کنیم تا جا بیافته برای همه دوستان عزیزان. در نهایت یک اتفاق باید رخ میداد تا بزرگترین دشمن صدام اسرائیل از میدون خارج بشه و اون چیزی نبود به غیر از جنگ. خیلی ها فکر میکنن کماکان جنگ و عراق شروع کرده، حمله رو عراق شروع کرده. مثلا سعید عزیز گفتن که اگر یک همچین اتفاقی در مرز جمهوری ایران رخ داده باشه یا با نام جلی آذربایجان، دلیل بر این نمیشه که مثلا جمهوری اسلامی بتونه حمله بکنه. اصلا جنگ دلیل نمیخواد. چرا دلیل نمیخواد؟ چون هیچ جنگی برای محقق شدن اهداف نظامی اصلا شروع نمیشه. جنگ ابزاری است برای رسیدن و محقق شدن اهداف سیاسی نه نظامی. یعنی سیاستگزاران دستور میدن به سیاستمداران و سیاستمداران دستور میدن به فرماندهان نظامی که آقا شما باید برید الان در فلان منطقه جنگ را بندازید. در طول جنگ هم بهشون دستور میدن آمادگیشو اگر دارید الان حمله کنید پیشروی کنید. دوباره دستور میدن که اگر آمادگیش هم دارید میتونید کل کشورشون هم اشغال کنید، نباید بکنید، عقب نشینی بکنید. این بازی سیاسته که روی جنگ سواره و جنگ ابزاره. حالا جنگ ایران و عراق در تیر ماه 1359 با حملات متعدد نیروی هوایی به مواضع عراق شروع میشه و در نهایت 31 شهریور 59 عراق با تمام قوای داخلی خودش و نیروهای کمکی که داشت و بهش قول داده بودن که ما فقط از تو حمایت میکنیم تا بزنی جمهوری اسلامی رو داغون بکنی و ایران رو اشغال بکنی، وارد جنگ میشه. شما برید در لیست فروشنده های انواع اقسام تسلیحات نظامی، مگه خمینی رولا خمینی از سال 57 نگفت داد بزنید مرگ بر اسرائیل؟ مگه رولا خمینی نبود که میگفت راه قدس از کربلا میگذرد؟ مگه رولا خمینی نبود که جا انداخته بود که آقا ما قدس رو اشغال خواهیم کرد، میگیریم از چنگتون در میاریم؟ خب اگر اینها واقعی بوده و صحت داشته، درست بوده، حرفش رو میخواسته عمل بکنه، شما در لیست فروشندگان تسلیحات نظامی به عراق هیچ جایی از نام اسرائیل خبری نمیتونید بگیرید. در زاویه مقابل شما میبینید که اسرائیل مستقیما، اسرائیل به صورت واسطه نیابتی، اسرائیل با مثلا در اختیار قرار دادن یک سری از ادوات جنگی به لهستان یا به یوگسلاوی، همه و همه از طریق بندر هامبورگ بار زده میشد، تحویل جمهوری اسلامی در سه بندر جنوب ایران داده میشد. چرا باید اسرائیل این کارو میکرده؟ دشمنشون مگه نبودن؟ مگه با هم دشمن نبودن؟ چرا بعد از دو هفته صدام حسین قبول کرد که قطعنامه شورای امنیت رو مبنی بر آتش بس بپذیره اما جمهوری اسلامی قبول نکرد؟ چون اربابش اسرائیل گفت نه، هنوز قدرت داره، نباید جنگو تمام کنی، باید بزنید داغونش بکنید، جنگو ادامه بدید. چرا تا سال 67 و قطعنامه 598
قطعنامه دیگه صادر شد، باز صدام حسین بلافاصله قبول کرد ولی جمهوری اسلامی قبول نکرد. بعد اومدن داستان ساختن که روح الله خمینی گفته نه ما ادامه میدیم، بعد نمیدونم هاشمی رفسنجانی چی گفته، محسن رضایی و نمیدونم رفیق دوست چی گفتن به عنوان وزیر جنگ اون موقع. اینا همه داستانه، چون ارباب بزرگ جایی نشسته بود که داشت تصمیم میگرفت. و در طول جنگ شما شاهد این هستید، اسرائیل بلند میشه پرواز میکنه میره نیروگاه اتمی عراق رو بمبارون میکنه، تا امروز هیچ جا خبری ازش نیست. مگه میشه همچین چیزی؟ چرا به نفع جمهوری اسلامی کار کرد اگر جمهوری اسلامی دشمنش بود؟ کشوری که قدرتمند باشه و فیک نباشه، پوشالی نباشه، نیاز به دشمن فرضی نداره. آمریکا نیاز به دشمن فرضی نداره. در یکی از ویدیوهایی که خودشون ساختن به اسم Operation Terrorist اعلام میکنه یکی از فرماندهان یا ماموران ارشد CIA، میگه ارتش آمریکا ارتشیه که از اتحاد ارتش تمام دنیا قوی تره. یعنی اگه تمام دنیا یه طرف بایسته، ارتش آمریکا یه طرف بایسته، هنوز ارتش آمریکا قوی تر و این ساعت داره. پس این نیاز به دشمن فرضی نداره که خودشو گنده بکنه، ولی اسرائیل نیاز داره. جمهوری اسلامی برای تثبیت خودش، تثبیت حکومتش، تثبیت قدرتش از 1979 به بعد نیاز به دشمن فرضی داره. دشمنهای فرضی داخلی و خارجی، سازمان مجاهدین خلق، شاخه دوم جمهوری اسلامی میشه دشمن فرضی داخلیش که ایرانی هن مثلا، اسرائیل میشه دشمن فرضی خارجیش. این اتفاقات رو شما در طول 43 سال در دوره های مختلف همونطوری که جناب قاسمی اشاره کردن میتونید ببینید در چه شرایطی این دو پسرعموی سامی اومدن به داد همدیگه رسیدند، به همدیگه کمک کردند. من آخرین جمله رو در این بخش عرض میکنم. بودن یه هفته 10 روز پیش بود یا بیشتر، یه مقدار 2 هفته پیش بود، یک رومی باز شد در کلاب هاوس، نقد از صهیونیسم. نمیدونم حالا کی باز کرده بود و چی بود، نمیدونم. من دعوت کردم رفتم اونجا، دیدم یه آقایی هستش که میشناختیمش، حالا اسمش هم نمیبرم چون اینجا نیستن، که خودشو به عنوان یکی از ماموران موساد معرفی میکنه. شروع کرده بودن صحبت کردن، اون از اسرائیل تعریف میکرد، یکی دیگه میومد یه سری چیزای در پیتی میگفت از روابط جمهوری اسلامی با اسرائیل. نوبت رسید به من. خب طبق معمول همه مثلا همه جا تو اون روم 2 دقیقه 3 دقیقه صحبت میکردن، من یه چیز حدود 4 دقیقه خورده صحبت کردم، مواردی رو اعلام کردم. قرار بود هفته بعدش هم این روم باز بشه و این بحث ادامه پیدا بکنه. اما اگر شما دیدید، ما هم دیدیم، چرا جوابی به پرسش های مردم ایران ندارند که بدن؟ اگر سال 57 روح الله خمینی نیومده بود با اون رسالش، که حالا امیدوارم آقای دکتر در این رابطه توضیح بدن که این رساله کپی برداری شده یا حتی خود قرآن کپی برداری شده از روی توراته در همه بخشاش، ما اینا قبلا در برنامه رستاخیز به تفصیل بهش پرداختیم، چرا کسی جواب نداره به ما بده؟ مگه ما هم مریخ اومدیم؟ مگه اینا دغدغه‌شون البته ادعا میکنن ها، مدعی هستن که دغدغه‌شون سرنگونی جمهوری اسلامیه. خب آقا ما هم که دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، یا ما دروغ میگیم یا شما. بیایید تو مناظره بذارید تکلیف برای مردم معلوم شه، بیاین تو گفتگو بذارید تکلیف برای مردم معلوم شه. اینقدر دنبال یه ناجی پوشالی به اسم اسرائیل یا به اسم ترامپ و ایکس و ایرگوزت نباشن، بذارید دستشون رو بذارن رو زانو خودشون، بلند شن خودشون کشورشون رو پس بگیرن. چرا کسی جوابگو نیست؟
چرا به جای اینکه پرسش های ما رو پاسخ بدن ما رو سرکوب میکنن؟ چرا از همون شیوه های توده ای ها و تمام اون ترفند هایی که در سالهای قبل از 57 زدن، ترور های شخصیتی که کردن، انکا و تهمت هایی که زدن، چرا به جای پاسخ به ما از این ترفند های سیستم های امنیتی و جاسوسی استفاده میکنن؟ پس کاسه زیر نیم کاسه ای است که نباید نه مردم ایران نه مردم هیچ جای دنیا از این اتفاق مطلع بشن. این تا اینجا، بریم سراغ دوستان، بعد دوباره در خدمتون خواهم بود. جناب قاسمی، جناب مهربانی، دوستان هر کسی صحبتی داره میتونه مایک بزنه، یا دوستانی که پایین هستن رو آدینس هستن میتونن دستشون رو بالا بیارن، انوایز بکنن، من میارمشون بالا که صحبت بکنن. من یه مطلبی رو در تکمیل این صحبتهای شما جان کمال رو انجام بدم. بله، اتاق در اختیار خود شماست. اونم اینه که خیلی جالبه، خیلی تفتر از اینی که خمینی پاشو بذاره توی ایران، سلف صدام و خود صدام و اصلا سیستمی که توی عراق حاکم بود اعلام دشمنی خودش رو با اسرائیل انجام داده بود. یعنی هم اعلام کرده بود، هم تو عمل بسیاری از این کارها رو عملی رو انجام داده بود، برای اینکه حالا به قول خودشون اونها اسرائیل رو نابود کنن. حالا یک ایادی به اسم خمینی وارد ایران میشه و اتفاقا خمینی هم میاد حرفای صدام رو میزنه. ببینید اینجاست که به شما میگم ما ملت ایران رو از نظر روانشناسی مافیای جهانی به درستی شناخته و میدونه چجوری با ما بازی کنه. یکی دیگه از صحبتایی که مثالایی که توی گفتگو قبل انجام دادم در مورد سریال دایجان ناپلئون و کتاب دایجان ناپلئون، حالا یه مثال دیگهش همین الان اینجاست. صدام و حکومت عراق مدعی دشمنی با اسرائیل بودن، حفاظت از فلسطینی ها و اون مطالبی که توسط در جریان هستی، چندین عملیات هم انجام داده بودن بر علیه اسرائیل. حالا یک آخوند انگلی به اسم روح‌الله خمینی وارد ایران میشه اتفاقا با همین شعار که اسرائیل باید نابود شود. سوال اینجا پیش میاد، چرا به جای این که خمینی که خودش رو مسلمان میدونست یا مسلمان میدونه و دشمن اسرائیل میدونه، به جای این که بیاد بره با همکیش خودش، هم اندیش خودش، هم دین خودش، هم آیین خودش، یعنی صدام و عراق، بیاد بره همکاری کنه بر علیه این دشمنی که هر دوتاشون دارن از این صحبت میکنن، چرا خمینی به جایی که بیاد متحد بشه با صدام بر علیه اسرائیل، میاد با اسرائیل متحد میشه بر علیه صدام؟ همون زمان خمینی داره میگه اسرائیل باید نابود بشه دیگه. خب اگر این الدنگ راست میگفت، میومد با صدام همکاری میکرد یا حداقل کاری به کار صدام نمیداشت تا صدام بتونه این قده سرطانی رو به قول خودشون از خاورمیانه حذف کنه. اینجاست که دوستان مشخص میشه فریب بزرگی که به ما دادن مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکایی بود که خمینی روز اولی که اومد پایشو گذاشت و تا امروز هم ادامه داده. یعنی حالا یه مطلب دیگه‌اش، یه مثال دیگه‌اش هم اینه، شاید برای خیلی ها سوال باشه که آقا این چیزی که الان شما دارید میگید همون چیزیه که علی خامنه‌ای داره میگه. یعنی علی خامنه‌ای هم میگه اسرائیل باید نابود بشه، فرماندهان سپاه هم میگن اسرائیل باید نابود بشه، شما هم که دارید همین حرفو میزنید. یعنی شما به عنوان، یعنی ما به عنوان مخالف جمهوری اسلامی هم دارید همین حرفو میزنید. این اون فریب سوم یا چهارم که به ما دادن. یعنی وقتی خمینی، خامنه‌ای و دار و دسته خامنه‌ای میان یک موضوع رو مصادره به نفع میکنن در شعار نه در عمل، در شعار. یعنی وقتی خامنه‌ای میاد میگه اسرائیل باید نابود بشه، چرا میاد این حرفو میزنه؟ برای اینکه اون کسایی که بازی رو متوجه شدن، مردمی که متوجه جریان شدن، اونایی که رفتن تحقیق کردن، بررسی کردن، پژوهش کردن، بدون تعصب قضایا رو نگاه کردن، نتونن دیگه حرف بزنن. داستان دایجان ناپلئون، داستان دایجان ناپلئون چی بود؟ اون مشخصم اون سریالا رو خیلی از دوستا شاید یادشون باشه یا کتابشو خونده باشن. شما بعد از سریال مشقاسم هر وقت می اومدید توی ایران در مورد نقش انگلستان صحبت می کردی، بلافاصله مورد تمسخر